میتونه تو این منطقه بره و برگرده. یه سری هم که تحلیلشون رو اینه که تا این بالا هم میتونه رشد بکنه که حدود 62 هزار دلار هست، با همون ماینس پلاس 70 هزار دلار در نظر بگیریم خیلی دور از ذهن نیستش. و این مکدیه، بذارید من اگر بتونم زوم کنم روی این، ببینید وقتی بازه کوتاه مدت داره، تایم فریم کوتاه مدت بلند مدت رو از پایین به بالا میشکنه، میشه این یه تیکه از A رفته تا B، یعنی یه رشدی از 18 هزار تا رفته تا مثلا همین 42 هزار تا. و زمانی که برعکس میشه، یعنی این چیزی که اینجا وجود داره میبینید، قرمز آبیه قرمز رو از بالا به پایین داره کراس میکنه، میره تو فاز اصلاح و اینجا میبینید که حجمها به صورت قرمز رنگ نمایش داده شده و زیر نمودار هست، زیر صفر قرار گرفته و میبینید اصلاح میکنه میاد پایین و دوباره همین ترند صعودی شروع میشه. یعنی زمانی که مثلا تو حدود 30 هزار تا بود، اگه میگفتی به کسی 50 هزار هم میبینه یه خورده با چیز بهت نگاه میکرد. و این یه اسلایدی میتونه اینجا داشته باشه دوباره حرکت بکنه توی منطقه RSIش هم میبینید که تو اشباع اینجا چیه؟ اشباع خرید قرار گرفته، البته اینجا هنوز جا داره یه رشدی بکنه تا بتونه مثلا همون عدد که بهتون گفتم به عنوان یک پیشبینی محقق بکنه. و خب توی این نقاط خیلی از بازار خارج میشن. یکی از چیزایی که اینجا قرار شد با هم صحبت بکنیم این بود که MVRV MACD، حالا MVRV MVT اینجا میبینید S2F S2FT و MVT که تو اشباع خرید و فروش خیلی هم شاخص خوبی هست، به من داره در کنار این MACD و RSI به من کمک میکنه که بتونم درست تصمیم بگیرم. هرچی تایم فریم به جای دیلی بیاره به سمت مانتلی، ببینم این چی کجاش نوشته، این تایم فریمش رو روزانه 12.26.9 گرفته و توضیحش هم اینجا برای ما یادداشت کرده و گفته که مثلا توی چه وضعیتی میتونه قرار بگیره. البته خب بقیه اومدن اظهار نظر کردن، خیلی فرد معروفی نیست ایشون فکر کنم، چون اکانتشون پروفشنال تو سی، حالا جز اون تاپ تنا نیستش. و همونطور که میبینید این نمودار داره حرف میزنه. وقتی من توی بازه هفتگی تو حالت صعودم، این دیلی دیده، بیاد اینو عوضش کن مانتلیش کن. من برم این کارو بکنم که این هم آخرین بحثمون باشه روی تریدینگ ویو چارت. به جایی که مووینگ اوریج هم روزانه پترنش روزانه بگیرم، تبدیلش کنم به هفتگی یا ماهانه. یه تب تریدر بود، یه اپلیکیشن بود گفتم حتما نصب کنید رو موبایلاتون که امیدوارم این کار کرده باشین، بهمون همین کمک رو میکنه که من به راحتی بتونم این تایم فریم ها رو عوض بکنم و ازش بهره مند شم. حالا این دستگاه منم داره این چرخه تا این صفحه باز شد. خب من برگردم تا این درست میشه سالا نگاه کنم. اوه کلی سوال، چرا عوامل چه عوامل تاثیرگذار هستند که توضیح دادم، چگونه می توانستیم این حرکت را ردگیری کنیم چون هیچ خبر فاندامنتالی هم بیرون نیامده بود نیامده. ببینید این شاخص ها به شما کمک میکنه که اخبار فاندامنتال خیلی چیز نیست، یعنی خبره عملا زمانی میاد که بازار حرکتش داره میکنه تو این تو کریپتو. اما مثلا این چیزایی که ایلان ماسک میزد، دیدین که 2 روز دوج کوین کاری نداره یه دفعه ریخته پایین، این ارزا به درد نمیخوره بریم سراغش. و تو این هفته بالا رفت 60%، نظرتون جا مونده بود مشخص بود جمله خبری احتمالا، میبینم بقیه دارن الان چیکار میکنه.
میبینی بقیه دارن الان چیکار میکنن؟ خب فکر کنم حالا سوال میتونید رایزن بزنید توضیح بدین خیلی بهتره، من اینجوری خیلی سخته متوجه میشم خبریه سوالیه یا اصلا خودشون به این خودشون دارن سوال میکنن من دارم یه چیز دیگه میگم. خب بذار این راحت ترش کنم، این الان کشیدن خیلی ما رو درد سر میندازه اینجا. میکروفونتون بازه اگر نکته میخوایم بفرمایید. ببینید نه اینجا همونطور که میبینید موس من نگاه کنن دوستان، موس من رو میبینن، اومدم اینجا الان موس من اینجاست، یک روزه، 5 روزه، 1، 3، 6 ماهه، year to date یعنی از دقیقا امروز که 15 فوریه است، 15 فوریه 2020 داره مطرح میشه، 1 ساله، 5 ساله و از ابتدا تا کنون. زمانی که مثلا بیام 6 ماهش رو بزنم، برم سراغ به جای این برم سراغ میتونیم مکتی رو بالاخره بریم بالا اینجا. او اندیکاتوره بیشتر و چیز خب شما هم حالا این خیلی کار سختی نیست. ببینید از این مکتی رو که سرچش بکنید بیارید بندازین رو نمودارتون، اینجا میگه 1 روزه میتونید انجام بدید، 5 روزه. اگر شما دارید مثلا تو بازه روزانه معامله میکنید، اگر توی هفتگی و ماهانه در بازه 1 ماهه عرض مورد نظرتون اون کراسه رو انجام داده، یعنی کوتاه مدته به سمت بالا بلند مدته رو شکونده باشه، یعنی وارد فاز صعودی داره میشه و این سیگنال قویه، هر اینم در نظر داشته باشید مثلا تو شاخصهای رو شاخ انواع شاخصهای بورس هم میتونید بندازی و وقتی به سمت بالا شکونده و داره حرکت میکنه یعنی اینکه بازار اومده به سمت بولیش. برعکسش هم هست، زمانی که داره کراس میکنه به سمت پایین میتونه نوید یک بازار پنیکی رو به ما بده که بعد سریع قول من منابع رو بردارید فرار. حالا اینی که از زمانی که میره میخواد این سر نمودار کچه بیاد پایین بشکنه خودش چندین هزار دلار میشه، من کجاش خارجم چقدر زودتر بفهمم، این دیگه شما میری سراغ RSI. RSI گرفتی، پس دو تا سیگنال گرفتی رو تکنیکال، گفتم تکنیکال شرط لازم هست کافی نیست، دو تا چیز گرفتی که آدر خارج میشه بازار از حالت صعودی، میام پس دو تا زنگ برام خورد، میرم سراغ چیا؟ میرم سراغ مثلا شاخصه مثل NVRV که داره دیلی به من میده. اگه بلند مدت تر دارم نگاه میکنم میرم سراغ مثلا نمودارای S2F و رینبو و اینا که ببینم به چه صورتیه و با ترکیب این چیزی که من در این اسلاید خدمت شما گفتم میتونه شما رو به یک ترکیب بهینه برسونه. حالا در این بین بازم توضیح میدم، اگر تحقیق میکنید میخونید، شاید خود من هم یه چیزایی جدیدتر پیدا کردم و اومدم تا لایو اینستاگرام گذاشتم یا مثلا یه ویدیو ساختم تو یوتیوب گذاشتم، میخوای اونا رو پیدا بکنی که لینک سایتی که این اطلاعات رو در اختیارتون قرار میدن هم براتون گذاشتم. خیلی شاخص انتقال و جابجایی بیت از کیف پول به صرافی و بالعکس شاخص مهمیه، چون رفتار رو داره نشون میده و این نشأت گرفته از اطلاعاتی که رو بلاکچین مربوطه، حالا مثلا به صورت خاص بیت کوین استخراج میشه، رو بلاکچین اتریوم استخراج میشه و با ما داره حرف میزنه. خب
من اینجا رو توضیح دادم، بیام پایین. این وبسایت رو قبلا دیشب هم با هم دیدیم، گلاس نود و اینا، نمونه یه لینک هم گذاشتم که اون بالا میتونید سایت این تیپی رو پیدا کنید. اما از اینجا به بعد شما قطعا با سایت های مواجه میشین که به شما میگن مجانی بیا بهت سیگنال میدیم. اون جمله معروف رو همیشه تو ذهنمون داشته باشین که the only free cheese is in the must trap. پنیر مجانی فقط تو تله موشه و امکان نداره کسی اصلا سوال بعد بکنیم چرا باید به من سرویس مجانی بده، مگر اینکه 10 برابر اون چیزی که داره به من میده از کنار من در بیاره. حواسمون باشه چیزای مجانی همیشه همچین قصه ای رو توش داره و مخصوصا تو بازار کریپتو که به شدت بالا هست، میتونیم به عنوان یک مستمع تحلیلاشون رو بشنویم، گوش کنیم، اما بیاریم ازش یه واچ لیست در بیاریم، بیاریم تو لیست کوتاه خودمون و بر اساس اون تصمیم بگیریم که اینها خوب است یا بد است، به درد میخورد یا اینکه نه. من برم سراغ مهارت هایی که توی این دوره یاد گرفتیم با هم. معامله گری در سطح بین المللی هست، آشنایی با استراتژی های معاملاتی، نگاهی به بهیور فایننس و فایننشال استراتژی، سنتیمنت کیه ها، اینا خیلی مهمه. اینکه فضای بازار چیه، ترسیه، ترسیدن، نه ترسیدن، بکتس استراتژی معاملات سی اف تی و فیوچرز هست که توی صرافی خارجی انجام میشه، شاخص های پیشرفته و غیر تکنیکال که نمونه هاشو با هم تعدادش رو دیدین، سورس رو هم بهتون دادم، خیلی چیز عجیب و سختی نیست. استفاده از این ابزار از همه چیز سخت‌تر هست و شما میتونید که به یه ترکیب بهینه دسترسی پیدا کنید. یه چیزم براتون بگم، ببینید همون دوستمون که میگم تو حوزه استراتژی به ما داشت کمک میکرد، بهش میگفتم که خب مثلا ایشون تو فارکس خیلی آدم، اصلا پایان تز دکتراش تو فارکس داشت کار میشه، گفتم خب بیا به ما یه سری دیتا بده که ما بتونیم توی بازار فارکس کار کنیم. گفت ببین هیچ کسی حتی تز دکتراش هم نوشته باشه نمیاد مدلشو تو کتاب و مقاله به شما راحت بده بره، میاد از اون پول در بیاره. اگر هم دیدی جایی همچین چیزی گفتن، یه به قول معروف دونی پاشیدن برای مثلا یه منافع مالی بزرگتری. و حالا من این فارسی قول اون دوستم فارسی سختشو گفتم، یه دونی پاشیدن. پس در نظر داشته باشین که اگر هم داریم تو اینترنت میگردیم، خیلی در قالب مقاله و نمیدونم سایت و اینا به ما جواب نمیده. اگه کسی همچین چیزی داشته باشه میاد میکنش ربات، یا اصلا نه نمیده به کسی، میگه خودم پول در بیارم دیگه، حداقل یه نفر بدونه که چه پترنی وجود داره.